گزارش خبرنگاران اتصال کننده در اشرف هستم. میخوام گزارشی از وضعیت جسمی این خواهر رو بهتون بدم. ما تعداد زیادی از خواهرها رو داریم که به مرور الان چون تو هفته چهارم هست، چهارم اعتصابه، یعنی 25 روز دچار ضعف مفرط هستن. همین امروز صبح دو نفر فنت کردن که تحت سرم تراپی قرار گرفتن. یک نفر نوشین نامور و لیدا اسماعیلی نصب بودن که دچار فنت شدن، هنوز توی اورژانس اشرف تحت درمان هستن. ولی مورد جدی که امروز صبح داشتیم بعد از آکسیون، یکی از خواهرها دچار تشنج تونیک کلونیک شد و مستقیم به اورژانس بیمارستان اشرف انتقال پیدا کرد، الان اونجا تحت درمان هستش. یه مورد جدی دیگه ای که داشتیم ایکتریا زردی بود، یرقان کامل، که هنوز بررسی کامل نکردیم که به دلیل باز امکانات کمی که تو اشرف هست بررسی کامل انجام نشده که آیا این ویروسیه یا در نتیجه مواد سمی که طی اعتصاب تو بدن ایجاد میشه هپاتیت توکسیک داده و این دچار زردی یا یرقان شده. این خواهد طیبه یادگاریانی که الان در بیمارستان اشرف بستری هستش و تحت بررسی علت این زردی یا یرقان هست. موارد گوارشیمون خیلی زیاد شده، تقریبا تعداد شاید بگم 15-16 نفر تحت درمان با قرص های معده هستن، زانتاک، اومپرازول مصرف میکنن. من نگران خونریزی معده در این افراد هستم. در به هیچ عنوان اینا حاضر نیستن که اعتصاب غذای خودشون رو بشکنن. یکی دیگه از خواهرها فرشته محمدی دچار سرگیجه شدید شده و یه مقدار حالت عدم تمرکز روزانه، به دلیل اینکه نمیتونه مایعات کافی بخوره ما مجبوریم که بقیه مایعات رو به شکل سرم به بدنش برسونیم.